هر از گاهی ممکنه به این موضوع فکر کنیم چطوری میشه مشکل بیکاری یا دوشغل بودن رو حل کنیم، نابرابری های اجتماعی و اقتصادی رو کمرنگتر کنیم تا جامعه بهتری داشته باشیم، چه نوع کسب و کاری رو اندازی کنیم که جدای از رفع نیازهای مادی سطح فرهنگی جامعه رو هم بالا ببریم. میشه به افراد کم بضاعت، خیریه ها و سازمان های مردم نهاد کمک کرد، کاری که قرنها داره انجام میشه ولی هنوز مشکل اصلی پابرجاست. پس چه کسب و کاری رو شروع کنیم که هم جنبه اقتصادی داشته باشه و هم بتونیم کیفیت زندگی جامعه را ارتقا بدیم؟ اینجاست که کارآفرینی اجتماعی مطرح میشه. در کارآفرینی اجتماعی، کارآفرین یا کارفرما همه سود حاصله رو برداشت نمیکنه، بلکه بخشی از اون رو برای بهبود شرایط زندگی مردم دوباره سرمایه گذاری میکنه. در کارآفرینی اجتماعی علاوه بر کسب درآمد، یه قدم مثبت هم برای پیشرفت جامعه برداشته میشه. در واقع کارآفرینان اجتماعی صرفاً برای افزایش سود فعالیت نمی‌کنند، بلکه سود حاصله مجدداً در کسب و کار سرمایه گذاری میشه تا اهداف اجتماعی به واقعیت برسن، مثل اشتغالزایی، مشارکت در اجتماع، نیازهای فرهنگی، مراقبت از سلامتی و نگهداری از محیط زیست. در کارآفرینی اجتماعی جامعه و نیازهای اون در اولویت بالاتری نسبت به افزایش سود قرار داره و از کسب و کار برای تغییر شرایط اجتماعی استفاده میکنه. تقریبا تمامی مشخصه هایی که برای کارآفرینی لازمه در کارآفرینی اجتماعی هم وجود داره. ولی در کارآفرینی اجتماعی شناسایی، درک و حل مسائل جامعه از اهمیت بیشتری برخورداره. در واقع کارآفرینی اجتماعی یه روش خلاقانه و جدید برای کسب و کار، شرکت در جامعه و خدمات اجتماعی. کارآفرین اجتماعی سعی میکنه وابستگی خودشو به سیستم‌های مالی دولتی کمتر کنه تا آزادی مالی بیشتر و عملکرد بهتری داشته باشه. کارآفرین اجتماعی سعی میکنه یه تعادلی بین اقتصاد، جامعه و محیط زیست به وجود بیاره.